مخلص همه دوستان عزیز یه چلو خورشته خوش عطر و طعم و مقوی داریم که مهربانو خودش میگه چیکار کرده. درود و مهر بر تک تک شما دوستان عزیز. قبول دارید که با مرغ کلی غذا میشه درست کرد؟ ایدهشو ما به شما میدیم. نگاه کنید، خورشت مرغ و اسفناج بسیار راحته و در عین حال خوشمزه و به قول ایشون معطره. عزیز دلم برنجو یعنی پر از آهن. آره اینقدر آهن داره باش میشه ساختمون ساخته. این تدیک هم که معرف حضورتون هستش، نون تافتونه. این نونای چی؟ سنان؟ سنانه. آره مهربان دو بسته خریده تا تا اینا رو در نهیره بل نمی کنه. خدایی تعدیقش عالیه، خیلی به هم اصلا ترد و برشته است. چه برنجی. شما هم مثل منی سیزنتون روی چیزی گیر میکنه همینجور میرید جلو تا تهش رو درارید، مگه نه؟ همه همینه. خب عزیزم بشقابتو بده که من خدمت شما اینجا رو نگاه. این خورش خیلی راحته و در این حال بسیار خوشمزه است. مرغش رو له شد، یعنی میتونه یه تنوع غذای عالی باشه براتون. وای چه بوی، چه عطری. جا میگی خالی یه قاشق بخورم ببینم طعمش چیه. بسم الله. مرکه. طعم و مزه این خورش دست کمی از آلو اسفناج نداره، منتها با یه تفاوت. البته آلو اسفناج با اون آلوه طعم میگیره، این با یه چیز دیگه طعم گرفته. بله دوستان بایستی ببینن که ما چه چاشنی بذاریم. عزیزان قبل از دیدن رسیپی از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید، زنگوله جلوشم بزنید که قبل از همه از آپلود شدن کلیپ های جدید مطلع بشید. پیشنهادم میکنم اینو حتما درست کنید، فوق‌العاده است. یعنی یه طعم و مزه‌ای که میتونه فیوریتتون باشه. ببین چقدر تعدیقش برشته است. همونطور که گفتم. خب عزیزم دوستان برن رسیپی رو ببینن، ما هم با خیال راحت غذامون رو بخوریم. خدایش هر چی بگم کم گفتم. واقعا عالی عالی. جای همگیتونم خالی. اگر میخواین یه طعم و مزه جدید رو تجربه کنید، این خورشت مرغ و اسفناج دقیقا همون چیزی که دنبالش میگردید. با چند قلم ساده درست میشه. اول از همه اسفناج، در اینجا مرغ داریم، سیر، پیاز و در نهایت برای چاشنیش رب نارنج. دقیقاً با همین چند قلم ساده میتونید یه خورشت خوشمزه و عالی درست کنید. پس با عشق ما رو همراهی کنید. در جریان هستید دیگه، اسفناج منبع غنی از آهنه و بسیار پرخاصیته که ما باید به نوعی به شکل‌های مختلف توی چرخه غذایمون ازش استفاده کنیم. من اینجا حدود 1 کیلو اسفناج داشتم که پاکش کردم. چیزی که باقی مونده محتویات سبد و اینایی که روی تخته کارمه. سعی کنید اسفناجاتون خیلی برگاش درشت و ضخیم نباشه چون آفت زده است. برگای جوانتر رو انتخاب کنید برای این کار. و حالا میخوام اسفناجم رو خیلی ریز ریز خوردش کنم. میدونید دیگه این حجم از اسفناج وقتی سرخ میشه یه ذره میشه. چرا؟ چون بخش اعظمی از اسفناج آبه. به جرأت میتونم بگم این خورشت مرغ و اسفناج یکی از خوشمزه ترین هاست. کافیه که فقط یه بار امتحان کنید، اخلاقی عاشقش میشید. خصوصا این که خیلی ساده است، مواد اولیه‌اش خیلی زیاد نیست و در کوتاه‌ترین زمان ممکن میتونید بپزیدش و در کنار عزیزانتون نوش جانش کنید. خب من اسفناج رو ریز خورد میکنم. نگاه کنید خیلی درشت نیست، ریزه. اینا وقتی که سرخ بشه خودش رو جمع جور میکنه.
میبینید بعد از اینکه خوردش کردم چقدر حجمش کم شد. حالا نصف نصف این میشه وقتی که سرخش کنیم. یه نکته هم توجه داشته باشید، اسفناجاتون رو توی غذا ساز نریزید، آب میندازه، خیلی هم ریز میشه، اون وقت سرخ کردنش براتون توام با درد سره. برای شروع میخوام مرغام رو داخل این قابلمه که توش دارم روغن میریزم حسابی سرخ کنم. پس صبوری میکنم که روغنم داغ بشه تا مرغا رو انتقال بدم توی قابلمه. ما میخوایم مرغا رو تا حدی سرخ کنیم که قشنگ طلایی بشه و تمام آب میان بافتی مرغمون حین سرخ شدن تبخیر بشه. به همین خاطر چون اینا موقع سرخ شدن جلیز بلیز میکنه و روغن میپاشه بیرون، چطور میکنیم؟ رو قابلمه‌مون یه در میزنیم. تا بایم تمیزه تصمیم گرفتم که اول پیازم رو سرخ کنم. یه مقداری کم روغن میریزم داخلش و دو تا پیازی رو که نگینی خیلی ریز خورد کردم با این روغن سرخش میکنم. مرغم هم که اون طرف گاز داره قشنگ جیلیز جیلیز میکنه، حواستون باشه که شعله زیر قابلمه مرغ کم نباشه. شعله باید به حدی باشه که اصلا مرغ به خودش اجازه نده داخل قابلمه آب بندازه. پیاز هم که در حال سرخ شدنه یه سری به مرغ بزنید. نگاه کنید اصلا داخل قابلمه آب ننداخته. یه طرف سرخ شده، حالا برش میگردیم. با این کاری که انجام داریم در اصل ما مرغمون رو داریم نیم‌پز هم میکنیم. در جریان باشید توی خورشتمون مرغمون زودتر بپزه. اون طرفش هم سرخ بشه، منم به داد این پیازم برسم که نسوزه. پیازمون رو در همین حدی که تفت دادیم و تقریبا نیمه طلایی شده از توی برد جمعش میکنیم، چرا که میخوام تو همین روغن اسفناج رو سرخ کنم. روغن پیاز داغو صاف کردم، مجددم برگردوندمش توی وگم و حالا اسفناج خرد کرده رو میریزم توی وگ. شعله هم بالای بالاست که این سریع آب اضافهش تبخیر بشه و سرخش کنم. تا این سبزی ها سرخ میشه یه سری هم به مرغم بزنیم. حالا که خیالمون راحت شده مرغمون قشنگ آب میان بافتیش خارج شده و تا زمانی که اسفناج هم سرخ بشه دیگه شعله گاز رو کم میکنم، در قابلمه رو میذارم که این برای خودش همینجوری توی روغن حالت نیم‌پز پیدا کنه. میبینید اسفناج هم چقدر کم شد. دقت کنید هر وقت میخواین اسفناج سرخ کنید حتما از تاب و ظرفی استفاده کنید که روکش داخل تفلون باشه، چون اسفناج یه حالتی داره که حین سرخ شدن ممکنه به بدنه ظرفتون بچسبه و وقت اذیت میشه. سبزیم اینجا آماده است، بیشتر از اینم سرخش نمیکنم چون میخوام رنگ سبز قشنگش رو توی این غذا داشته باشم. خیلی هم سرخ کنیم خاصیت اسفناج رو از دست میدیم. بریم که باقی کاراش رو انجام بدیم. پیازی رو که سرخ کرده بودیم به اسفناج اضافه میکنیم. من وسط تابم رو باز میکنم که یه مقدار روغن داخلش جمع بشه چون میخوام یکی دو تا حرکت ریز بزنم. 5 حبه سیر دارم که میخوام توی این روغن لهش کنم که یه تفت کوچولو بدم. اگر سیر تازه داشتید با برگش ریز خورد کنید به همراه اسفناج سرخ کنید اونم عالی میشه. اگرم نداشتید که جونتون سلامت، همین سیر کفایت میکنه. سیر رو تا جایی که از اون بافت خامیش در بیاد و بتونیم عطر سیر داغو حس کنیم تفت میدیم. همین چند حبه سیر یه مزه فوق‌العاده به این غذا میدازم. اسفناج و همراه سیر و پیاز آماده است تا ما چی کار کنیم؟ تا مرغ رو بهش اضافه کنیم. مرغم هم که اینجا
قشنگ حین سرخ شدن نیم پس شده. نکته جالب توجه این غذا اینه که همینقدر ساده است و فوق‌العاده خوشمزه. من الان نمک رو بهش اضافه میکنم و یه مقدار فلفل سیاه. ادویه دیگه لازم نداره. خب این خورشت ما باید با یه چیزی بپزه دیگه. میان چیکار میکنیم؟ ما اینجا یه تیکه عصاره قلم گوساله داریم که بهش اضافه میکنیم. شما اگر این عصاره رو نداشتی یه قاشق مربخوری پر پودر عصاره مرغ رو به همراه نصف لیوان آب جوش حل کنید و به این ترکیبتون اضافه کنید. صبر میکنم تا این عصاره قلم آب بشه. ببینم اگر لازم داشت یه مقدارم آب جوش بهش اضافه میکنم. خب عصاره قلم گوسالمونم آب شد و من اینجا لازم میبینم که یک لیوان آب جوش بهش اضافه کنم تا اسفناج و مرغ به همراه هم بپزه و خورشتم لعاب بندازه. عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستید، ما آموزش عصاره گیری قلم گوساله رو قبلا توی کانال گذاشتیم که میتونید از اون استفاده بکنید. عصاره واقعا کارایی خیلی زیادی داره تو پخت و پز. تا اینجا کار که دیدید پخت این خورش خیلی آسونه، فقط مونده مرحله جا افتادنش. من در این وگو میذارم تا با شعله ملایم بپزه، میمونه اضافه کردن چاشنیش که مجددا برمیگردیم خدمتتون. بریم یه سری به غذامون بزنیم ببینیم داخل وگ چه خبره. مرغ که قشنگ پخته، سبزی هم قشنگ لعاب انداخته، حالا وقتشه که ما چاشنیمون رو بهش اضافه کنیم. تمام خوشمزدگی این غذا به همین رب نارنجه. رب نارنج بسیار ترشه پس خیلی نمیریزیم. من علال حساب یه ملاقه میریزم میچشم، اگر لازم بود مجدد بهش اضافه میکنم. من اینو چشیدم، جا داره که یه ملاقه دیگه هم بریزم و این حجت رو تموم میکنه و چاشنی خورشت ما تکمیل میشه. در تاور رو میذارم، زمان میدم آب اضافه این غذا کشیده بشه و در نهایت یه بافت غلیظ پیدا کنه. نمیخوایم خیلی خورشتمون آبکی باشن. این میره که جا بیفته. حالا وقتشه که بریم ببینیم این مرغ و اسفناج ما حالشون چطوره. غذای ما آماده شده، نگاه کنید قشنگ جا افتاده، غلظتش هم اندازه است. در کنارش هم ما یه چلوی زعفرونی دم کردیم که به همراه این مرغ اسفناجی چه شود. امیدوارم که شما هم با این رسیپی این غذای خوشمزه رو بپزید و از طعم بی‌نظیرش نهایت لذت رو ببرید. اگر این آموزش رو دوست داشتید برای دوستانتونم بفرستید که اونا هم از این رسیپی استفاده کنن. دوزخ شرری زرنج بیهوده ماست، فردوس دمی ز وقت آسوده ماست. به عقیده خیام هر کس که در این دنیا بتواند شاد زندگی کند و از زندگیش لذت ببرد، به طور حتم بعد از مرگش نیز در بهشت خواهد بود. زیرا کسی که زندگی شادی داشته باشد، به طور طبیعی نه به کسی ظلم می کند و نه تفکرات منفی نسبت به دیگران دارد. پس دنیا و آخرتش برای او بهشت خواهد بود. بنابراین نباید زندگی را به خود سخت گرفت و به خود وعده فردایی بهتر داد.